اول سموئیل فصل 30. جنگ با امالقی ها. بعد از 3 روز داوود و افرادش به سقلعه رسیدند. قبل از آن امالقی ها به جنوب یهودا هجوم آورده شهر سقلعه را به آتش کشیده بودند و همه زنان و کودکان را با خود برده بودند. داوود و افرادش وقتی به شهر رسیدند و دیدن چه بر سر زنها و بچه هایشان آمده است، با صدای بلند آنقدر گریه کردند که دیگر رمقی برایشان باقی نماند. هر دو زن داوود، اخی نوعم و ابی جایل هم جزو اسیران بودند. داوود بسیار مضطرب بود، زیرا افرادش به خاطر از دست دادن بچه هایشان از شدت ناراحتی میخواستند او را سنگسار کنند. اما او خیشتن را از خداوند خدایش تقویت کرد. داوود به ابیاتار کاهن گفت: ایفود را پیش من بیاور. ابیاتار آن را آورد. داوود از خداوند پرسید: آیا دشمن را تعقیب کنم؟ آیا به آنها خواهم رسید؟ خداوند به او فرمود: بله، آنها را تعقیب کن، چون به آنها خواهی رسید و آنچه را که بردن پس خواهی گرفت. پس داوود و آن 600 نفر به تعقیب امالقی ها پرداختند. وقتی به شهر نهر بسور رسیدند، 200 نفر از افراد داوود از فرط خستگی نتوانستند از آن عبور کنند. اما 400 نفر دیگر به تعقیب دشمن ادامه دادند. در بین راه به یک جوان مصری برخوردند و او را نزد داوود آوردند. او 3 شبانه روز چیزی نخورده بود و نیاشامیده بود. آنها مقداری نان انجیری، 2 نان کشمشی و آب به او دادند و جان او تازه شد. داوود از او پرسید: تو چیستی و از کجا میایی؟ گفت: من مصری و نوکر یک شخص امالقی هستم. اربابم 3 روز پیش مرا در اینجا رهانمود و رفت، چون مریض بودم. ما به جنوب سرزمین کریتی ها واقع در جنوب یهودا و سرزمین قبیله کالیب هجوم بردیم و شهر سقلع را سوزاندیم. داوود از او پرسید: آیا می توانی ما را به آن گروه برسانی؟ آن جوان پاسخ داد: اگر به نام خدا قسم بخورید که مرا نکشید و یا مرا به اربابم پس ندهید، حاضرم شما را راهنمایی کنم تا به آنها برسید. پس او داوود و همراهانش را به اردوگاه دشمن راهنمایی کرد. آنها در مزارع پخش شده می خوردند و می نشیدند و می رقصیدند، چون از فلسطینی ها و مردم یهودا غنایم فراوانی به چنگ آورده بودند. همان شب داوود و همراهانش بر آنها هجوم برده تا غروب روز بعد ایشان را از دم شمشیر گذراندند، به طوری که فقط 400 نفر از آنها باقی ماندند که بر شتران خود سوار شده گریختند. داوود تمام غنایم را از امالقی ها پس گرفت. آنها زنان و اطفال و همه متعلقات خود را بدون کم و کسر پس گرفتند و داوود 2 زن خود را نجات داد. افراد داوود تمام گله و رمه ها را گرفتند، پیشاپیش خود می راندند و می گفتند: همه اینها غنایم داوود است. پس داوود نزد آن 200 نفر خسته که کنار نهر بسور مانده بودند رفت. آنها به استقبال داوود و همراهانش آمدند و داوود با آنها احوال پرسی کرد. اما بعضی از افراد شروری که در میان مردان داوود بودند گفتند: آنها همراه ما نیامدند، بنابراین از این غنیمت هم سهمی ندارند. زنان و بچه هایشان را با آنها باگذارید و بگذارید بروند. اما داوود گفت: نه برادران من، با آنچه خداوند به ما داده از چنین عمل نکنید. خداوند ما را سلامت نگاه داشته و کمک کرده است تا دشمن را شکست دهیم.
من با آنچه شما میگویید موافق نیستم. همه ما به طور یکسان از این غنیمت سهم خواهیم برد. کسانی که به میدان جنگ میروند و آنانی که در اردوگاه نزد اسباب و اساسیه میمانند سهم هر دو مساوی است. از آن زمان به بعد این حکم داوود در اسرائیل به صورت یک قانون درآمد که تا به امروز هم به قوت خود باقی است. وقتی که داوود به سقلر رسید، قسمتی از غنایم جنگی را برای بزرگان یهودا که دوستشان بودند فرستاد و گفت این هدیه‌ای است که از دشمنان خداوند به دست آورده‌ایم. داوود برای این شهرها نیز که خود و همراهانش قبلا در آنجا بودند هدایا فرستاد. بیت ایل، راموت در جنوب یهودا، یتیر، اروئیر، صفمود، اشتمو، راکال، شهرهای یرهم ایلیا، شهرهای قینیان، هرمه، بور آشان، اتاق و حبرون.